محمد رهبر همکارم از لندن با ما همراه شده. محمد جواد لاریجانی همونطور که در خبرها هم داشتیم گفته که احکام اسلام رو نمیشه به همه پرسی گذاشت. خب بر اساس این گفته‌های حامیان خامنه‌ای چه چیزی رو میشه قابلیت رفراندوم داره و میشه همه پرسی برش برگزار کرد؟ خب محمد جواد لاریجانی یکی از اون آدم‌هایی است که هر جا بخوان حقی رو ناحق بکنند، هر جا بخوان ظلم و تئوریزه بکنند، خب در صف اول ایستاده و منافع خودش رو تشخیص میده و به هر حال هر سمتی که قدرت به چرخه اون هم خواهد چرخید. آدم ارزشمندی نیست و در موردش حرف زدن وقت بینندگان رو گرفتنه. اما این رو باید بگیم که انصافاً قانون اساسی جمهوری اسلامی از همون روزی که تصویب شده یک کلاهبرداری به تمام معناست. اصل 59 قانون اساسی میگه همه امور رو میتوان به همه پرسی گذاشت، امور مهم مملکتی رو به همه پرسی مردم گذاشت. بعد اصل 177 همین قانون اساسی میاد تبصره میزنه، میگه که اسلامیت نظام، ولایت امر و ولی فقیه و این حرفا رو نمیتوان به همه پرسی گذاشت، در مورد اینها نمیشه همه پرسی کرد. چطور هستش که این قانون اساسی با همین رأی مردم تصویب شده و قدرت همین آقایونی که الان بر سر منبر و به هر حال سازمان ها هستند از سمت همین مردم آمده است منشئیتش؟ بعد خود این مردم نمیتونن اونها رو عوض بکنن. یک کلاهبرداری به تمام معنا، مثل اینکه بنده برم یک ماشین بخرم، در اونجا قید میکنن که نمیتونی بفروشی، نمیتونی سوارش بشی و هیچ انتفاعی نمیتونی ببری. یک چنین کار رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام دادند و دیگه هم حاضر نیستن که رفراندوم بگذارن که این مردم رأی بدن علیه این قانون اساسی. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که گذر از قدرت سیاسی جز با خشونت و خونریزی همراه نمیشه اگر باب رأی و همه پرسی رو ببند. خب محمد، فکر می‌کنید چرا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی بارها مباهات کرده به آرای مردم، آرای آری مردم به جمهوری اسلامی در 12 فروردین، باز هم مخالف برگزاری رفراندوم هست؟ اونطور که دیدیم لاریجانی مخالف است، امامان جمعه مخالف هستن، روزنامه‌های حکومتی مخالفت خودشون رو نشون دادن. ببینید، منشأ قدرت رو در جمهوری اسلامی مردم نمیدونن. به رغم همه این حرفایی که میزنن و تبلیغاتی که انجام میدن، یه حرف راست خامنه‌ای زد همین چند روز پیش، همین بود که در دلش بود رو گفت. مردم نمیدانند و نمیفهمند، رخ و پوسکنده این حرفو زد. این حرفو مصباح زده، خمینی زده در همون کتاب ولایت فقیهش، و خیلی از این آخوندهای قم اصلا معتقد هستن که ولی فقیه بر قانون اساسیه، نه در قانون اساسی. یعنی او میتواند خود قانون اساسی رو تغییر بده، همه رأی مردم رو تنفیذ نکند اگر یه رئیس جمهور رو انتخاب کردن. تشریفاتی هم نیست، میتونه تنفیذ نکنه و اون رئیس جمهور رو بگه من قبول ندارم، اگه همه 80 میلیون هم گفته باشن من نمیخوام. این کارها رو بنابر تئوری اینها میگن میتواند انجام بده. منشئیت قدرت رو مردم نمیدونن به هیچ عنوان، که اگر میدانستن این قدرت میچرخید. خامنه ای 30 سال نمی اومد رهبر بشه. ما این چهره های چدر حکومتی رو که سالیان سال با کهولت سن داریم میبینیمشون، اینها نمیماندن در قدرت. اصل مطلب این هستش که رأی مردم رو قبول ندارن. بله، بسیار متشکرم از تو محمد رهبر همکارم که از لندن با ما همراه.